غنی در ننگرهار به کنارگیری از قدرت بر اساس قانون تاکید کرد. جواب دندان شکن حکمتیار و صلاح الدین ربانی به امریکا. به نام خداوند مهربان و با تقدیم سلام به یک دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. اشرف غنی رئیس جمهوری می گوید که مردم منحل شدن نظام جمهوریت را نمی پذیرند و نیز انتقال قدرت در کشور باید بر اساس قانون صورت گیرد. آقای غنی این موضوع را روز پنجشنبه 18 جدید طی یک سخنرانی در جریان سفرش به ولایت ننگرهار بیان کرد و افزود که وظیفه اصلیش این است که حکومت را به جان نشینش به صورت قانونی بسپارد. رئیس جمهور درباره زمزمه های حکومت موقت گفت این کرسی از من نیست، این کرسی از ملت افغانستان است، این نظام است و حیثیت دارد. همه ایتان که به من رأی دادید و گفتید در این مقام ما نیاز به حوصله داریم، هر کس که بیجا باشد و هر عمل که بیجا باشد بهای آن را ملت می پردازد. این در حال است که اخیراً آوازه های ایجاد حکومت موقت و عبوری پس از توافق صلح با طالبان افزایش یافته است. حفیظ منصور عضو هیئت مذاکره کننده، سید اسحاق گیلانی مشاور شورای عالی مصالحه ملی، رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیتی ملی و عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی از جمله کسانی هستند که درباره احتمال ایجاد حکومت موقت سخن گفته و از آن حمایت کردند. از طرف هم امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور در سفر روز گذشته با رئیس جمهور به ننگرهار هدف اصلی طالبان را قدرت طلبی خواند. وی گفت اینها همیشه کوشش میکنند که پایشان را از مباحث دینی بیرون کنند. طالب نمیخواهد که بر اساس سنت و شریعت مذاکره کند. آنها میگویند که بر بنیاد موافقت نامه دوحه باید بنشینیم، یعنی معنایش این است که موضوع اساسی قدرت است نه دین. معاون نخست رئیس جمهور در عین حال گفت که ایات جمهوری دولت افغانستان در دور دوم مذاکرات صلح تنها یک شرط دارد و آن هم گزینش زعمات از طریق برگزاری انتخابات است. با گفته او دلیل طولانی شدن روند صلح هم دولت افغانستان نیست بلکه طالبان است که با واقعیت‌های کنونی افغانستان مخالفت دارند. به نقل از فیسبوک بشیر احمد قاسمی، گلبدین حکمتیار: طالبان به این خواست آمریکا و پاکستان که اشرف غنی برای 1.5 سال در رأس اداره موقت باشد پاسخ رد دادند. و همچنان به نقل از پست دیگر بشیر احمد قاسمی: زلمه خلیلزاد امروز در تماس‌های تلفنی با صلاح الدین ربانی و گلبدین حکمتیار از آنها خواسته است در شورای عالی مصالحه اشتراک کنند، اما آنها پاسخ دادند که شورای عالی مصالحه صلاحیت تصمیم گیری ندارد و تا زمانی که صلح در مدیریت رئیس جمهور غنی باشد به نتیجه نمی‌رسد. به نقل از افق: دور دوم گفتگوهای صلح امروز آغاز می شود. مسئولان وزارت دولت در امور صلح می گویند تیمهای مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان امروز شنبه 20 جدید در مورد موضوعات شامل اجندا بحث می کنند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفته که هیئت گفتگو کننده دولت آمادگی کامل برای گفتگو دارد. او تصریح کرده که آتش بس خواست مردم افغانستان است و هیئت گفتگو کننده دولت این خواست را روی میز مذاکره مطرح می کند. اما گروه طالبان صحبت روی آتش بس را پیش از وقت خوانده است. ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفته است آتش بس یکی از نیازمندی ها است و این هم تصریح شده که آتش بس یکی از موضوعات اجندا می باشد. اما تا حالا اعتماد جانبین در حدی نیست که در میان خود بتوانیم اعتماد بکنیم بر جانب مقابل. ما هم تقاضای این را داریم که مذاکرات زودتر منتهی به یک نتیجه خوب شود. این در حالی است که هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان روز سه‌شنبه 17 جدید به منظور پیشبرد دور دوم گفتگوها به قطر رفت. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان گفته است که امریکا به حمایت خود از روند صلح افغانستان ادامه می دهد.
در خبرنامه وزارت خارجه آمده است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان روز جمعه 19 جدی از پشتیبانی همه جانبه امریکا از فرایند صلح افغانستان و همچنین تعهد واشنگتن برای مشارکت و همکاری های دراز مدت با کابل در زمینه های مبارزه با توریسم و برقراری صلح و ثبات در کشور اطمینان داده است. به نقل از افق، حساب کاربری تویتری ترامپ به طور دائمی مسدود شد. شبکه اجتماعی تویتر اعلام کرد که حساب کاربری رئیس جمهوری امریکا به طور دائمی مسدود شده است. شبکه اجتماعی تویتر اعلام کرد که حساب کاربری دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا به طور دائمی مسدود شده است. حساب کاربری ترامپ در تویتر بیش از 88 میلیون دنبال کننده داشت. بخش ایمنی تویتر اعلام کرده است که دلیل این تصمیم جلوگیری از احتمال آشوب و تشویق به خشونت بیشتر بوده است. شبکه اجتماعی فیسبوک هم پیش از این اعلام کرده بود که دست کم تا پایان مراسم تالیف جو بایدن رئیس جمهوری منتخب امریکا در تاریخ 20 جنوری حساب کاربری ترامپ در فیسبوک و اینستاگرام را تعلیق کرده است. پلیسی لایحه استیضاح مجدد ترامپ دوشنبه در صحن کنگره مطرح می شود. رئیس مجلس نمایندگان امریکا گفت که لایحه استیضاح مجدد رئیس جمهوری این کشور دوشنبه در صحن کنگره مطرح می شود. به نقل از بی بی سی، نانسی پلیسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا گفت که لایحه استیضاح مجدد رئیس جمهوری این کشور دوشنبه در صحن کنگره مطرح می شود. متن این لایحه توسط سه نماینده دموکرات کنگره تدوین شده و به گزارش رسانه های امریکا 160 نماینده دیگر هم از آن پشتیبانی کردند. در متن لایحه تهیه شده یکی از اتهام هایی که به موجب آن ترامپ مستحق استیضاح شناخته شده، تشویق آگاهان به شورش علیه حکومت عنوان شده و وی همچنین متهم به خیانت به سوگند ریاست جمهوری شده است. رئیس مجلس نمایندگان امریکا گفت که لایحه استیضاح مجدد رئیس جمهوری این کشور دوشنبه در صحن کنگره مطرح می شود. شبکه اجتماعی تویتر اعلام کرد که حساب کاربری دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا به طور دائمی مسدود شده است. حساب کاربری ترامپ در تویتر بیش از 88 میلیون دنبال کننده داشت. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.